شکل سوم جالبه براتون توضیح بدم. این شکل سوم چون در پیوند هستن با شکل دوم، خیلی هم روابط دوستانه و گسترده‌ای دارن. شکل دومش برمیگرده به سازمان‌های جاسوسی کشورهای انگلستان، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه، کشورهایی که منافع داشته و دارند از حضور حکومت اسلامی، توضیح میدم، روسیه و غیره. حال ببینید، حضور شخصی با نام خمینی در ایران باعث این میشد که ایران اول از بین بره، ثروتش از بین بره، در اختیار کشورهای دیگه قرار بگیره، قیمت نفت سقوط بکنه از 37 دلار که قرار بود بره بالا به 40 45 50 70 100 همینجور افزایش پیدا بکنه و منافع کشور ما و همچنین کشورهای منطقه رو تامین بکنه، متوقف بشه و ثروت در اختیار کشورهای غربی و کسانی که این سازماندهی رو انجام دادن در توطئه جهانی 1979 قرار بگیره. پس بنابراین من به فقط همین دو کشور بسنده میکنم و یا قسمت‌هاش رو توضیح میدم تا شما متوجه میشید، چون به دوستان دیگه هم گفتم، سفارش کردم که هرچه سریع‌تر در رابطه با سازمان‌های جاسوسی مقالاتی بنویسن، برنامه‌هایی اجرا بکنن، به خصوص در رابطه با MI6 و CIA. این دوتا راهکارهایی که در پیوند با هم هستن رو برای مردم توضیح بدیم، اول از کجا شروع کردن و بعد با این صحبتهایی که شما میشنوید خیلی چشمتون بازتر میشه به حقایق و افرادی که وابسته به این دو سازمان هستن در پوشش وابسته خبرنگار، ژورنالیست، برنامه ساز و غیره، نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی. ببینید، سیاست کشور انگلستان از روز نخستی که MI6 رو پایگذاری کرد بر پایه حفظ منافع لردهای انگلیسی بود و سرمایه‌دارانی که اونجا بودند و همچنین در آمریکا و سایر کشورها. اینا شرکت‌های بزرگی داشتند که در پیوند با هم اسامیشون فرق می‌کنه، اما صاحبانشون یک تعداد افراد بیشتر نبوده و نیستن. برای اینکه بتونن منافع خودشون رو تضمین بکنن، احتیاج داشتن که سازمان‌های جاسوسی تأسیس بشه، افرادی رو در استخدام خودشون قرار بدن که اول در کشور خودشون و همچنین بعدن در کشورهای همسایه و حتی بعد از اون از مرزها عبور بکنن، بیان وارد کشورهایی بشن که این مقدار ثروتمندن. خب این رو هم باید توضیح بدم که اساس پایه‌گذاری CIA توسط MI6 انجام شد. یعنی شما اون چیزی رو که با نام CIA در این کشور میبینید ساخته و پرداخته کشور انگلستان هست. این رو براتون میگم، شاید برای بسیاری جالب باشه که بگید آقا مگه میشم چیزی CIA باید منافع کشور آمریکا رو تامین بکنه؟ ولی شما وقتی که دنبال میکنید مراحل رو، متوجه این داستان میشید که CIA در خدمت کشور انگلستان و منافع کشور انگلستان و منافع این لردها و شرکت‌های چند هزار میلیارد دلاری بوده و هست. یعنی منافع کشور مردم آمریکا رو تأمین نمی‌کنه. شاید قسمتی در شکل به نظر این گونه بیاد، چون باید هم یک سری کارها رو انجام بدن که مردم اینجا رو قانع بکنن، اما وقتی که دو بطن کار می‌ریم می‌بینیم همچین چیزی نیست. من همیشه خدمتتون عرض کردم آنچه را که دارم توضیح میدم، چه در رابطه با کاخ سفید، جنایتی که کاخ سفید انجام داده، جنایتی که کشورهای اروپایی انجام دادن، جنایتی که تمام کشورها انجام دادن، نه فقط به صورت شلیک مستقیم به افراد و مردم، بلکه به عنوان نادیده گرفتن جنایت جنایتکارانی که اینها روی کار آوردن، این خودش هم یک جنایت بوده و هست که امیدوارم روزی جهان، مردم، ملل همیشه زحمتکش بودن، همیشه بیگناه بودن، همیشه نادیده گرفته شدن. صحبت من بر سر دولت هاست نه بر سر ملل. آنچه که میگم در رابطه با فرض بگیرید اسرائیل، در رابطه با انگلستان، در رابطه با آمریکا، مردم زحمتکش بوده و هستند. این دولت‌ها هستند که با زد و بند میان تصمیمات رو می‌گیرند و غارت‌ها، شکنجه‌ها، جنایت‌هایی که پس از دیگری انجام میشه. خب وقتی که CIA به دست MI6 و لردهای انگلیسی پایه‌گذاری شد، اینا کار خودشون رو آغاز کردن. چگونه آغاز می‌کنن؟ عبور از این که یک سری افراد رو در سر تا سر کشور و همچنین جهان خریداری میکنن که در خدمت این دو سازمان باشه. خب اینا به تنهایی نمیتونن کاری بکنن، احتیاج دارن که با روابط عمومی داشته باشن، مجبور هستن که رسانه‌های کلانی رو هم پایه‌گذاری بکنن که از طریق رسانه‌ها بتونن ذهن مردم رو در کشورهای مختلف آماده بسازن.
اون چیزی که شما میبینید با نام بی بی سی، بی بی سی در واقع مأمور مستقیم MI6 است در پوشش وابسته فرض بگیرید یک شرکت پرایوت و خصوصی، اما تمام منافع افراد مشخصی رو با نام لردهای انگلیسی، فراماسون‌ها و سرمایه‌داران کلان انگلستان تأمین میکنه که اصلا جان انسان‌ها براشون مطرح نبوده و نیست. میان چیکار میکنن؟ اینها میان افرادی رو استخدام خودشون در میارن، فرض بگیرید میخوان در یک کشوری انقلابی به راه بندازن، همون چیزی که فرض بگیرید در کشور ما اتفاق افتاد. بارها خدمتتون عرض کردم اینها میان در اون زمان اینها اومدن چیکار کردن؟ رادیوهای هفت موج مجانی ساختن در اون زمان که بتونن روی ذهن مردم کار بکنن. صحبت‌های خمینی رو پخش می‌کردن، این رادیوهای هفت موج مجاناً در اختیار مردم در 24 میدان 24 اسفند و یا فوزیه و یا میدان‌های مرکزی در بازار توسط نفوذی‌ها، توسط جبهه ملی اینا پخش شد و مردم اینا رو در بسیار از اوقات هم مردم فکر می‌کردن که باید پولی هم بپردازن، یه پولی هم می‌دادن بابت این رادیو و بعد می‌رفتن سر ساعت می‌شستن بی بی سی رو گوش می‌کردن، کسی که رسانه‌ای که تبلیغات گسترده انجام می‌داد، خمینی رو در چهره به ماه فرستاد و بعد از اون می‌گفت این اصلا از جیزس کرایست هم معصوم‌تره، این آمده که شما رو نجات بده و دیدیم که چگونه شد. یعنی تبلیغات گسترده انجام دادن در رابطه با یک شخص منفوری که یک جنایتکاری بیشتر نیست، یک فسیل، یک متجاوز، یک دزد، یک جانی که اصلا ایرانی هم نیست، ایرانی نبوده و نیست، ولی چگونه قالبش کردن. این کار MI6 بود توسط بی بی سی که انجام شد.